شهر بندری بالتیمور در شرق آمریکا در ایالت مریلند، از جمله شهرهای عمده ایالات متحده که جمعیت آن اغلب سیاه‌پوستند. شهری که دهه هاست به عنوان یکی از نمادهای ناامنی و اوضاع نابهنجار در آمریکا معرفی می شود و مرتب در فهرست شهرهای خطرناک می آید. ساکنان بالتیمور و خیلی از تحلیلگران اجتماعی محروم ماندگی این شهر و اهالیش را زمینه ساز این میزان جرمخیزی تلقی می کنند. این بندر بارها صحنه تظاهرات و اعتراض به برخوردهای نژادی بوده، از جمله در سالها و ماههای اخیر. بین این اعتراضها گروهی از زنان سیاه پوست و رنگین پوست همدیگر را پیدا کردند و حالا در این شهر بازارچه محلی راه انداختند که از همدیگر پشتیبانی اقتصادی کنند، در فضای باز و با حفظ فاصله به ملاحظه شیوع ویروس کرونا. سمیه بلال از افراد اصلی این جمع بوده ولی اصرار دارد که به عنوان سازمان دهنده این بازارچه شناخته نشود، بلکه صرفاً به عنوان یکی از برگزار کنندگان معرفی شود. خودش بساط کیک و شیرینی و بستنی دارد. من می‌خواستم همه زنان سیاه‌پوست و رنگین پوست که اینجا در بالتیمور در کسب و کار هستند رو بیشتر برجسته کنیم. همه این برنامه رو این زنان هماهنگ کرده و تدارک دیدن. الان که در آمریکا این همه تلاطم هست درباره نژاد و سیاه‌پوستان، دوست داشتم فضایی درست کنم که بتونیم کنار هم جمع بشیم و موفقیت‌های همدیگر رو اینطوری تجلیل کنیم. برای سمیه بلال و بقیه برگزار کنندگان این بازارچه دوره‌ای مهم بوده که در عمل هم به تقویت اقتصادی زنان اقلیت نژادی کمک کنند. می‌خواهیم هم درباره چالش‌های فعالیت اقتصادی برای زنان سیاه‌پوست و رنگین پوست بگیم و هم برای اونها مشتری بیاریم و پول بذاریم توی جیبشون تا جامعه‌شون رو تقویت کنند. تظاهرات گسترده در آمریکا در اعتراض به برخوردهای نژادی باعث شده توجه جامعه نسبت به این مسئله بیشتر شود. فعالان مدنی و فعالان جامعه سیاه‌پوستان در آمریکا تلاش می‌کنند این توجه بیشتر را به مشارکت بیشتر در انتخابات تبدیل کنند. از جمله اینجا در یک بازار محلی در بالتیمور تلاش می‌کنند مردم را راجع به حق رأیشان آگاه کنند. گروهی از اعضای شورای محله میز و دفترشان را به این بازارچه آوردند تا از مردم بخواهند حتما برای انتخابات ثبت نام کنند و رأی بدهند. اینجا سعی می‌کنیم که به شهروندان بگیم هر چیزی که بخواید تغییری کنه، از جمع‌آوری زباله در محله گرفته تا کمک از اینهای درمانی از طرف ایالت، همش با رأی شما تعیین میشه. به این بستگی داره که کی سر کاره، اینکه رأی شما مهمه، به خصوص برای تشویق کسانی که قبلا بابت جرم و محکومیتشون از حق رأی محروم شدند. اگر اونها رأی بدن صداشون شنیده میشه. اعتراض‌های اخیر در آمریکا دوباره به بحث‌ها درباره نحوه روایت تاریخ نژادپرستی در این سرزمین از جمله پیش از تشکیل ایالات متحده دامن زده. رئیس جمهور دونالد ترامپ که حالا برای انتخاب مجدد تلاش می‌کند، بارها گفته آنچه در مدرسه‌ها درباره تاریخ برخوردهای نژادی در آمریکا آموزش داده می‌شود، ضد غرور آمریکایی است و باید تغییر کند. Racism is taught. Where did they learn this from? I don't teach my daughter that. نژادپرستی آموزش داده میشه. آدم ها از کجا یاد میگیرن نژادپرست بشن؟ من که به بچه‌ام نژادپرستی یاد نمیدم. پس اونا که یاد میگیرن از کجا یاد میگیرن؟ در روند آموزش بهشون منتقل میشه. باید کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم. نژادپرستی از بین نمیره تا وقتی که همچنان آموزش داده میشه. از بچگی آموزش داده میشه تا وقتی بزرگ بشی. آموزش داده میشه که مثلا سیاه‌پوستا ممکنه به بقیه آزار برسونن. جوان مارتین 4 دهه پیش همراه همسرش موزه ای از مجسمه های مومی برای معرفی تاریخ سیاهان آمریکا راه انداخت. همراه شوهرش المر مارتین این موزه را شکل دادند و بعد از چند سال گرداندن آن دور آمریکا اینجا در بالتیمور مستقر کردند. موزه ملی سیاهان کبیر در ساختمانی که قبلا آتش نشانی بوده. در این 4 دهه مجموعی از مجسمه های مومی و چیدمان های واقع نمایانه از تاریخ سیاهان آمریکا در 400 سده اخیر جمع کردند. روایتی که از تجارت بردگان در دوره استعمار بریتانیا و بقیه دولت های اروپایی آغاز می شود و تا دستاوردها و نخستین های سیاه پوستان در آمریکای دوره معاصر می رسد. If you leave it to Donald Trump, then it's only going to be white men.
اگه به دونالد ترامپ باشه، این مردان سفید پوست هستن که در مرکز توجه قرار میگیرن. ولی این درست نیست. اگه ما تاریخ صحیح این کشور رو میخوایم تا درک کنیم این کشور چطور شکل گرفت، نقش بردهداری در ساختن این تاریخ، نقش نزاع جنسیتی در این کشور، همین که زنها تا تصویب متمم 19 قانون اساسی نمیتونستن رأی بدن، اینا خیلی به این مربوطه که چطور بخوایم آمریکا رو تعریف کنیم. پس مسئله اینه که درک کنیم همه ما با چه راههایی کمک کردیم ایالات متحده آمریکا یا به طور کلی این جهان ساخته بشه. دکتر مارتین میگوید پیشرفت‌های دهه‌های اخیر در مبارزه با تبعیض‌ها و تفاوت‌های نژادی است که مایه غرور و افتخار است. این را زنی میگوید که کودکیش را در فلوریدا و در دوره گذران که هنوز قوانین و هنجارهای تفکیک نژادی حکم فرما بود، به ویژه در ایالت‌های جنوبی. بین گروه‌های جمعیتی مختلف بیشترین تفاوت رأی به نفع جو بایدن در مقابل دونالد ترامپ در جامعه سیاه‌پوستان آمریکا است. رأی این بخش از جامعه در ایالت‌های حساس و حیاتی می‌تواند به نفع نامزد حزب دموکرات تعیین کننده شود. هادی نیلی، BBC، در بالتیمور، مریلند.